نمی خوب شد؟ اگه فردا امتحان نقاشی داشتیم خوب بود. طراحی. ببین آقای ون گوک، فردا سر جلسه رومن نمیتونی حساب کنی. 20 متر دورتر از تو میشینم. ببین اگه سر جلسه یه امتحان 20 متر بینمون فاصله باشه، این فاصله تو زندگیمون تاثیر میذاره و میشه 200 متر. تو اینو میخوای؟ ببین اگه نمرت پایین بشه باید قید دانشگاه رو بزنی. باشه فهمیدم. چرا با بابا حرف نمیزنی؟ چون بابا من گوشه شنوا نداره. اگه نمرت پایین بشه اخراج میشی. صدای اخراج شدنت انقدر بلنده که حتما بابات هم میشنوه. پیتر؟ نه، تنها راهیه که دارم. اگه اخراج بشم بابا سکته میکنه. پیتر خطرناکه. پیتر، ایتس می، امیر. ور آر یو؟ I don't want to get kicked out of school. Nando's, where is it? That's why I'm still in this hole. There's a lot of money here. From this day on, you're my slave. How was your exam, smart Alec? It could be better. Don't forget that chew on me, okay? Don't forget to. من احساس خوبی دارم. امروز بهترین روز از بقیه عمر منه. همه دنیا رو دوست دارم. دنیا منو دوست داره. امروز روز شنیدن خبرهای خوبه. سلام بابایی. چطوری؟
از همینجا همه انرژی های خوب دنیا رو میفرستم برات. آماده باش، آماده باش که مثل یه موشک انرژی داره برات شلیک میشه. صبحت بخیر آیال. سلام، حالت خوبه؟ آره، چطور مگه؟ زیر چشات یه عالم گود افتاده. مال خستگیه دیگه. الهی بمیرم برات. دیشب کی اومدی؟ اگه یه ذره زودتر از خواب بلنشی، صبحونتو با آرامش میخوری، اینجوری مهمترین وعده غذاییتم از دست نمیدی. چشم. پول چی شد؟ پول؟ دست درد نکنه، دیشب تا صبح کابوس میدیدم. مگه تا حالا عقب افتاده؟ چی کار کنم؟ نگرانم، دست خودم نیست. ببین مهناز جون، اینو فقط بعد تا عصر حوالش کنی ها. من اصلا، من تا شب شاگرد دارم، اصلا وقت نمی کنم. قر نزن، مهمترین وعده غذاییت کوفتت میشه، کار خودته. منم عصر شاگرد دارم. خدافظ. من بسیار شاد و سعادتمندم. چرا که مشکلاتم یکی یکی حل میشه. خب بگو من برات میارم. بیا برو صابونه تو بخور. بدو بشین، بشین سر جاتون. بدو بشین دیگه. پنیر رو چرا میکنی تو چایی؟ بشین، دستتو نکن جو مربا. بیارم تو مثل پنیر چیز صابونه بخور. من کاری نداری؟ فقط جون هر کی دوست داری موبایلتو بذار در دسترس باشه. هر دفعه زنگ میزنم میره رو پیغامگیر. عوامل دیگه؟ روزنامه‌ام بگیر دیگه، با این شرایط باید عادت کنم به جدول حل کردن دیگه. روزنامه. بودایی من بچه تنبل نمیخوام. سلام پدر. سلام. به امان خدا. بهش گفتی؟ فکر میکنی اگه گفته بودم اونقدر دماغ بودم؟ آخه کدوم شوهری این حرفا رو به زنش بزنه که من دومش بشم؟ معمولا زنها خودشون میفهمن، بعد یه مدت گریه میکنن، اشک و اینا، بعد میان به مرده میگن، بعد مردات دور چیکارش میکنن؟ مسمالی یعنی جمع و جورش میکنن و اینا. آخه تو راستی که اینقدر دلخوری پای سرشه چه خوبی هست علی جان. خونه که رو دروغ بنا بشه زود میریزا. من اشکالم اینه که از بچگی اصلا دروغ بلد نیستم. Thank you.
همه انرژیش داره حمله میکنه به قلبت که دوباره راش بیمیزه. این قرص برای تو معجزه میکنه، بهش اعتماد کن. الو قناعت جان، چطوری؟ من درازم قناعت، باور کن. ببین، کلاس صبح منو کنسل کن، از قول من به بچه ها بگو وسط هفته براشون جبرانی میذارم. قلب نیست این که تو سینه منه، زودپز سوراخ. نمیشنوی پیس پسشو؟ میگی چی کار کنم؟ بشینم تو خونه خرجم در میاد؟ پول معلمی زندگی رو نمیچرخونه که قناعت. امیدم میموند اینجا یکی میشد مثل من و تو، تمام زندگیش میشد قرض و وامو بده. من واسه امید نقشه‌های بزرگ دارم. وقتی به اونجایی که بخوام برسه تازه یه نفس راحت میکشم. باش، خداحافظ. خواهیم سلطانی جون، با همه ارادتی که به شما دارم یک لحظه هم فکر نکنین که من بهشون خبر میدم. عزیزم تو داری خبر میدی، خودت خبر نداری. میگم چطوری که بهشون زنگ بزنیم بگیم که میخواییم باشون صحبت کنیم؟ خب. بیان اینجا. بعد که اومدن دوتایی کم کم با هم یه جوری موضوع رو بهشون بگیم. دوتایی کم کم چجوری بهشون بگیم؟ اول من شروع میکنم، بعد شما به من کمک میکنین. من میگم که ایشون خانم سلطانی هستن، رئیس بنده هستن، سرور بنده هستن، جلوی ایشون مثلا نمیتونم جسارت بکنم که حرف بزنم. بعد شما میاد و رشته کلام رو با متانت و وقاری که من در این اداره فقط در شما سراغ دارم در دست میگیرید و خیلی خوب، من تسلیمم. الو، نخی نیستن، من خانومشون هستم. هلال احمر، امید، اتفاقی افتاده خانوم؟ پارک؟
گفتم براشون چیپس و پفک نگیره، نگران نباش. چی شد؟ چیزی نشد. داشتم فکر میکردم که از 8 سالگی که آواندیسم عمل کردم اینجوری غذا نخورده بودم، خیلی میچسبه. چی شد؟ فکر کنم داری بد عادت میشی. از کی تا حالا فکر منو میخونی؟ من که نگفتم هر روز اینجوری بهم غذا بده که. چون خودت نمیخونی؟ چون با شکم پر نمیتونم سرت داد بکشم. داد برشی؟ ما چند سال ازدواج کردیم ها؟ تو هنوز نمیدونی وقتی به من دروغ میگی من میفهمم؟ حالا از بیخبر اومدن بابام اون که هیچ. تو هر موقع هول میشی صورت تو میخارونی. اصلا بگو برای چی اینقدر خوشون کشی را انداختی ها؟ هیچی. دیدی صورت تو خاروندی؟ بازم دروغ گفت. دروغ نگفتم. سلام. سلام. چیزی شده؟ یه خانم از هلال احمر زنگ زد، یه چیزایی راجع به امید گفت. چی گفت؟ گفت نمیدونم یه فکس از صلیب سرخ اومده که توش نوشتن امید چند بار از مدرسه کمک هزینه گرفته. بعدم چون اونجا کمک هزینه گرفتن مسئله عادی نیست، مدیر مدرسهشون شک کرده. خب ما الان داریم ماهی 1000 دلار براشون میفرستیم، چرا به خودمون زنگ نزدن؟ شماره تلفن ما که تو پرونده تحصیلی امید هست. نه، شماره خونه جدیدمون رو امید بهشون نداده. چند بارم به امید گفتم به مادر پدرت بگو با ما تماس بگیرن که امید پشت گوش انداخته. بعدم خسرو خان چون الان طبق قانون اونا مسئول امید هستن، میترسن یه وقت اتفاقی بیفته و ما بریم ازشون شکایت کنیم. اینا همش به خاطر رسوا بازی خودشونه، از سو شدن میترسن، برای همینم هم به هر چیز کوچیکی گیر میدن. البته شاید از یه چیز دیگه هم بترسن. وقتی امید داره ازشون کمک هزینه میگیره، یعنی وضعیت خانوادش تغییر کرده. اونا میخوان مطمئن بشن ببینن ما بدبخت شدیم که خدا رو شکر هنوز نشدیم. به امید زنگ زدی؟ همینطوری دارم میگیرمش، ور نمیداره. نمیدونم چش شده. لابد رفته کتاب خونه جایی. نباید این بچه رو توی این سن و سال از خودمون دور میکردیم. باز دوباره شروع شد همون بحثای فرسایشی. خانم من حال و حوصله این همه جر و بحث کردن ندارم. 100 بار بهتون گفتم، یه بار دیگه هم میگم، امید اگر اینجا میمون پشت کنکوری میشد. اون وقت شما کجا میخواستین سرتون بالا کنین؟ اصلا میخوام بدونم بچه های خواهر شما کجا دارن درس میخونن؟ ماجرای اونا فرق داره خسرو جون، اونا همشون با هم رفتن. ای بابا، حالا اگه ما با هم دیگه نرفتیم بچه‌مون هم نباید هیچی بشه؟ ای کاش یه بارم از خود امید میپرسیدی که دلش میخواد چی بشه. بابا جون من، امید که الان عقلش به این چیزا نمیرسه، شاید 10 سال دیگه با این امور آشنا بشه. اون پوله رو هم با اجازهتون حواله کردم. من بسیار شاد و سعادتمند و خوشحالم. انقدر خوشحالم که هیچ چیزی نمیتونه جلوی این خوشحالی رو بگیره. الو امید جان، پسرم؟ بابا
سلام عزیزم، چطوری؟ خوبم، شما چطوری؟ مامان خوبه؟ خوبیم، آره همه عالی هستیم. مامان داره به زور گوشی از دست من میگیره. راستی اون پولرم برات ریختم ها. خیلی خوب دیگه بابا، میدارم بهش میگم، یه دقیقه صبر کن. عزیزم چطوری؟ چه خبره؟ همه چی خوبه، شما چه خبر؟ اینجا همه چیز خوبه. ببین یه چیزی میخواستم ازت بپرسم. بله. تو از مدرسه کمک هزینه گرفتی؟ بله. چرا؟ همینجوری خواستم با رفیقا سر به سرشون بذاریم. از هلال احمر نامه دادن، من و مادرت هم داشتیم تا حالا دق میکردیم، همینجوری میخواستی سر به سرشون بذاری؟ ببخشید. همین؟ نه، نمره A گرفتم بابا. باریکلا پسرم، نمره A گرفت. بده یه دقیقه من باشه. الان بایسا ببینم، شماره خونه جدید رو به مدیرتون ندادی نه؟ چرا؟ دادم. ولی گفتن ندادی که، من بعد با مدیرتون حرف بزنم. فردا میرم پیشش، همه چی رو بهشون میگم، بعد میگم باهات حرف بزنم. خیلی خوب باشه. دیگه چه خبر؟ همش درس میخونم، خستم، فردا بهتون زنگ میزنم تا با مامان صحبت کنم. باشه پسرم، باشه. تو مطمئنی حالت خوبه دیگه نه؟ آره، شب بخیر. باشه، قربونت برم، شبت بخیر. خدافظ. اینجا چه خبره؟ پول میخوام، فوری. حتی نخواست یه حال احوال با من بکنه. خسته بود، گفت فردا صبح به مامان زنگ میزنم، کلی هم نگرانت بود. شوخیاش هم مثل توه، عجیبه. آخه آدم با مدیر مدرسهش هم همچین شوخی میکنه. جوونیه دیگه، مگه اینجا هم بچه ها منو اذیت نمیکنن؟ اونجا مونا رفتن خودشونو زدن به گداباسی. قصه همشون هم من باید بخورم. چند سالی دارم با این وضعیت کنار میام. قصه نخور مهناز خانم، وقتی آقای دکتر شد همه اینا رو فراموش میکنه. حالا ما نخواهیم دکتر شه، کیو باید ببینیم؟ پس چرا خوشحال نیستم؟ چرا ته دلم شور میزنه؟ لعنت به هرچی انرژی منفیه. تمام تاریکی ها و سیاهی ها از من دور می شود و انرژی مثبت کیهانی پیرامونم را فرا می گیرد. سلام پدر، چی شده؟ حالش خوبه؟ باشه الان خودم میرسونم، خدافظ. چی شده؟ پدر
بود. گفتش که رضا تو پارک استاپ افتاده، سرش خورده به یه جایی، من باید برم. ببخشید، خدافظ. می‌بینم که همگی جلسه گذاشتین. شده ستاد فرماندهی، داریم فکر میکنیم. داریم قرعه کشی میکنیم ببینیم نفر بعدی منم یا امیر. وای نه دیگه، تو رو خدا، من حوصله مریض داری ندارم. ظرفیت تکمیل. رضا میگه فردا نمیره مدرسه. بله، رضا بعد دو سه روز استراحت کنه. منم خستم، میخوام استراحت کنم. خستگی دلیل خوبی برای از زیر درس در رفتن نیست. باید کلت بشکنی مثل من. رضا میگه از وقتی که سرش شکسته قدرت جادویی به دست آورده. منم میخوام سرم بشکنه. ای بابا، اگه قدرت جادویی داشت بعد تا بستش رد میشد. دارم. منم فردا نمیرم مدرسه. شما بیجا میکنی؟ اگه امیر نره مدرسه من بیشتر کلم درد میگیره. مریم چی شده بچه‌ها اینجوری از آب در اومده؟ میبینی پدر؟ وای خدایا چقدر خستم. کاش سر من میشی از فردا سر کار نمیرفتم. خب برو بگی بخواب. خب الان اون وقت شما چی کار میکنی؟ مشغول تفریح سالم مردان متأهل میشیم، فوتبال نگاه میکنیم. جدی؟ اون وقت تفریح سالم مردان مجرد چی بود؟ فوتبال بازی میکردیم. Why are you doing this? It's not your business. Then why me? Because your face is innocent. You're a stranger. I don't want to commit a crime. Me too. It's just a business. I just sell some things to some people. Today, this is your locker. Nobody must know. Only you and me, okay? Take the key. Which one is your locker? This. It's not your business.
امید. حالم بده. چه بلایی سرت آورده؟ تا حالا کجا بودی؟ میخوام برم دستشوی. داری میافتی در دره رفیق. یه چیزی داره اذیتم میکنه ولی نمیدونم چیه. یه چیز غلطه. وای مهناز چی شده؟ امید داشت دروغ میگفت. یعنی چی؟ یادته امید وقتی که دروغ میگفت یا وقتی که میترسید سکسکه میکرد؟ خب امید داشت پای تلفن سکسکه میکرد، داشت به من دروغ میگفت.